عراق ماهور که با عراقهای دیگه و دستگاه‌های دیگه کمی تفاوت داره و پیشنهاد ما این بود که یک نام جدید براش ایجاد کنیم یا همیشه بهش بگیم عراق ماهور. به این شکل هست که از دانگ فا سول لا سی بمول با عنوان یک دانگ ماهور پرده پرده نیم پرده استفاده میکنیم. دانگ بعدیمون از سول شروع میشه، سول لا سی بکاردو، باز این دانگ ماهور هست. و دانگ بعدی از دو شروع میشه که دانگ دشتی دو ری می بمول فا هست، پرده نیم پرده پرده. حرکت حول محور دو ایست ها میتونه روی سول اتفاق بیفته. در حرکت هایی که به سمت عقب یعنی به سمت سول داریم میتونیم از دانگ اول ماهور که سی بمول داشت استفاده کنیم. در قسمت هایی که به سمت بالا میریم از سی بکار استفاده میکنیم، از دانگ دوم ماهور سول لا سی بکار دو. عراق به طور کلی در موسیقی ایرانی به گوشه گفته میشه که اگر ما یک دانگ دشتی به شکل سول لا سی بمول دو داشته باشیم، پرده نیم پرده پرده، و بعد از لا یک دانگ شور به شکل لا سی کرون دو ره داشته باشیم، روی نوت آخر دنگ دشتی یا نوت سوم دنگ شور جدید عراق شکل میگیریم. وقتی به سمت بالا داریم حرکت میکنیم یا به سمت خود دو حرکت میکنیم، سی کرون خواهد بود و از اون دنگ شور استفاده میکنیم. اما در برگشت ها از دنگ دشتی استفاده میکنیم و روی سول میشیم. در ادامه از دو یک دانگ دشتی دو ره می به مرفا هم وجود دارد. در ماهور به مرور زمان این نوت سی کرون تعدیل شده و سی شده. میتونیم بگیم دانگ ماهور فا سول لا سی بمول، یه دانگ ماهور دیگه یه سول لا سی بکار دو، پرده پرده می پرده وجود دارد، و بعد دانگ دشتی دور ره می به مول فا. برابری میبینیم که دانگ بندی این با دانگ بندی سنتی عراق فرق کرده. بهتر این گوشه رو براش یک نام دیگه ای در نظر بگیریم، مثلا عراق ما که با عراق های دیگه ای که در شور و متعلقات اون قابل استفاده هست کمی تفاوت داره.